سلام دوستان، میتونید به من بگید که داستان قبلی چی بود و ما چه نقاشی کشیدیم؟ بله، آفتاب زمین را دعوت کرد و زمین به وجود اومد، اما چون آفتاب خیلی گرم بود از آسمان برای بارون کمک خواست. خب بیاین بریم به داستان تا ببینیم که آیا واقعاً بارون اومد یا نه. همینطور که خورشید گفته بود، یک روز باران آمد. در حین باران آمدن خورشید بین ابرها پنهان شد و بعد از قطع شدن باران دوباره بیرون اومد. بلافاصله بعد از اون تعدادی گل و درخت توی زمین رشد کرد. همه از دیدن اونا خوشحال بودن. خورشید گفت که دوستانی به وجود اومدن تا لحظات خوشی رو با اونها بگذرونیم. بله، واقعا بارون اومد. خب داستان امروز رو نقاشی کنیم. مداد، مداد پاک کن و مداد شمیم. دفعه قبل ما یاد گرفتیم که چطوری زمین به وجود اومد، نه؟ دفعه قبل زمین رو خیلی بزرگ کشیدم، اما امروز یکم کوچیک‌تر میکشم. خب اینجوری زمین رو میکشم. چطور میخواید خورشید که پشت ابرها پنهان شده رو بکشید؟ اول ابرها رو میکشیم و بعد خورشید رو پنهان میکنیم. احساس میکنید که باید کمی آفتابی باشه؟ خب اگر من ابرها و آفتاب رو کشیدم، حالا باید کی رو بکشم؟ بله، ما باید ببینیم چطور جوانه ها که روی زمین رشد کرده رو بکشیم و همینطور گل ها و درخت. جوانه ها رو اینجوری، ساقه های کوچک و با برگای کوچک. من یک گل کنارش میکشم، ساقه و یک دایره در وسط. من این بیزی ها رو یکی یکی میکشم. شما میتونید چند تا بکشید، اما نه خیلی زیاد. بعد لطفاً یه برگ کوچکتر بکشید. بله، بعد بیاین با هم وسط یک درخت بزرگ بکشیم. اول یک چهار ضلعی بزرگ مثل این بکشید. بعد این قسمت رو پاک میکنیم چون زمین قرار داره مثل اینکه درخت روبروی شماست. من یک درخت بلند و بزرگ مثل شخصیت اصلی میکشم. این تنه درخت است. خب کسایی که درخت رو خوب دیدن میدونن که بعد باید چه کار کنن. برگ‌های درخت مثل یک ستون بزرگ پهن میشن. خب بیاین مستقیم بریم بالا و برگ‌ها رو پخش کنیم. برگ‌های زیادی هستن که اینجوری پهن میشن. بله، من میخوام یک درخت سبز پر از برگ بکشم. کشیدن یکی یکی برگ‌ها خیلی سخته. خب ما تصور میکنیم که درخت پر از برگه و یک شکل خیلی بزرگ میکشیم، خیلی گرد. وقتی شما میخواین برگای زیادی رو که دور هم جمع شدن بکشین، یک دایره خیلی بزرگ میکشید. خب میوه های درختمون رو هم بکشیم. من یک دایره براتون میکشم، یکی بزرگ و یکی کوچیک و یکی کوچکتر و یکی بزرگتر. بله، اینجوری میوه ها هم کشیدم. خب بیاین رنگ آمیزیش کنیم. من
خورشید و ابرها و گلها و درختها رو با مداد شمعی رنگ بکنم. دوست داری که اول درخت رو رنگ کنی؟ حالا یه رنگ نزدیک به درخت رو بردارید و اینجوری رنگش کنید. اول از همه من داخل چهار ضلعی بزرگ رو اینجوری رنگ میکنم. خب درخت رنگ شد. بعد شاخه ها رو اینجوری مشخص میکنیم. حالا برگ ها رو رنگ میکنیم. من سعی میکنم که برگ ها رو با خط های دایره ای اینجوری رنگ کنم. گرد و گرد و گرد. اگر رنگ های مداد شمعی رو اینجوری مخلوط کنید هم خیلی قشنگ میشه و هم چون رنگ های متفاوتی داره خیلی زیباست. قرمز، نارنجی، آبی و سبز کمرنگ. و ابرها. من با طرح‌های دایره‌ای در آسمون آبی رنگشون کردم. و آفتاب درخشان رو رنگ می‌کنم. بله، بیایم گل‌ها رو رنگ کنیم. گل رو صورتی رنگ می‌کنم. می‌تونید با هر رنگی که دوست دارید رنگش کنید. بعد وسطش رو نارنجی رنگ می‌کنیم. ساقه و برگ رو سبز. من یک جوانه کوچکم کنارش کشیدم که با سبز کم رنگ رنگش کنیم. فکر کنم که دوست داشته باشید که با دوستاتون با هم رنگ کنید. بعد حالا من زمین رو به روش قبلی رنگ می کنم. وقتی اینجوری بکشید زمین هم زود کامل میشه. با پرسیدن از دوستاتون رنگ کنید. خیلی خوبه که فکر دوستاتون که با هم فرق داره رو بدونید. خب آسمان را هم اینطوری رنگ می کنیم. حالا اینطوری بکشید. خب ما آسمان هم تمام کردیم. یه چیزی کم هست، درسته؟ می تونید حدس بزنید چیه؟ بله بله، صورت ها. این دوست ها منتظر شما هستن که برای اونا صورت بکشید. من هم الان میخوام بکشمشون. اول از همه به درخت یک صورت میدم. صورت خندان. خیلی قشنگ داره میخنده. و خورشید که پنهان شده. من فقط چشمان خندان براش میکشم. و ابرها هم که خندان هستن. و همینطور زمین و صورت خندان. بله، من هم خیلی خوشحالم که این صورت ها رو میکشم. بله، تموم شد. دوستان من، کلاس امروز چطور بود؟ من خیلی دوست دارم نقاشی های شما رو ببینم. مثل میوه های کوچکی که امروز کشیدیم، امیدوارم که دوستای خوب من هم خیلی زیبا بزرگ بشن. خب دفعه بعد میبینمتون. خداحافظ. خداحافظ.